بر شما بینندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنیم خدمت یکایک شما با یکی دیگه از ویژه برنامه‌های کارآفرینان در خدمت شما عزیزان هستیم. توی این برنامه خیلی جالبه، قصد داریم که با کارآفرینانی که در نمایشگاه دیوان حضور دارن بیشتر صحبت کنیم، با کسب و کارشون آشنا بشیم و بیشتر بشناسیم همدیگه رو. امیدواریم که ما ایرانیانی که در خارج از کشور هستیم، مخصوصا در کانادا، بلخص در بریتیش کولومبیا و ونکوور، بهتر بتونیم همدیگر رو حمایت کنیم و با همدیگر رشد کنیم. امروز در خدمت یکی از عزیزانمون هستیم، فرشاد عزیز، کوفاندر مجموعه بها، که یک پلتفرم خیلی جذابیه که خدمات و در واقع صنایع هنرمندانه که ایرانیان عزیز در ونکوور رو دارن باعث میشه به منصه ظهور بذاریم و در واقع عرضه رو مستقیم به تقاضا وصل کنه. فرشاد جان خیلی خوش اومدی به برنامه کارآفرینان، متشکریم که همراه ما هستی. یه توضیحی راجع به این که در واقع پلتفرم بها چیکار میکنه، دقیقاً چی هستش و این ایدهش از کجا اومد و چی شد که بها به وجود اومد؟ من متولد شد. والا متشکرم از همه و متشکرم از شما. مجموعه بها الان یک ساله که فعاله. داستان بها در واقع یه داستان خیلی قشنگیه که من و دوست خوبم وقتی که نشستیم روی کاغذ نوشتیم که چی کار میخواییم بکنیم، من به عنوان خودم، به عنوان یه هنرمند، به عنوان کسی که سالها تو کار هنر بوده، همیشه به این عقیده بودم که هنرمندا همیشه باید توی دایره با هم باشن، متحد باشن. و وقتی که با دوست عزیزم با هم شروع کردیم کار کردن، به جای رسیدیم که گفتیم خب یه چیزی اینجا کمه. به عنوان کسی که 26 سال اینجا زندگی کرده، سالهای دوری زندگی کرده از ایران، به این عقیده بودیم که ایرانی ها باید متحد بشن، حالا چه هنرمندا، چه کسای دیگه، بیزنس. و برگشتیم به سالها قبل، به جاده ابروشم. دی ان ای بها در واقع برمیگرده به اون اینترکانکتیویتی یا اون متصل بودن تمام آدمایی که توی مسیری با هم جلو میره. و تصمیم گرفتیم که با طراحای ایرانی، با دیزاینرهای ایرانی، با کسایی که کارهای مختلف میکنن تو زمینهای مختلف هنری دست به دست بدیم، با هم کار بکنیم، محصولات اونا رو بیاریم برای کسانی که اینجا زندگی میکنن، من جمله خودم و کسایی که شاید دسترسی نداشته باشن برگردن ایران یا نتونن برن. خیلی از یه حرف خوبی همین چند دقیقه پیش خانمی زد که سالها اینجاست، حدوداً 50 سال اینجاست، به من زد برگشت گفتش که شما ایران رو یه چند قدم آوردین، نزدیکتر کردین به ما و ازتون متشکریم. این در واقع تمام هدف ما بود. خیلی عالی، خیلی متشکریم. الان اگر در واقع طراحا، دیزاینرا یا کسایی که دارن این برنامه رو می‌بینن دوست دارن که با در واقع محصولاتشون روی این پلتفرم عرضه کنن، باید چیکار کنن و اگه یه توضیح بدی چطوری میتونن بینندگان عزیز دسترسی پیدا کنن به این خدمات و محصولاتی که داره عرضه میشه روی پلتفرم بها، چطور باید این کارو بکنن؟ خدمات بها خیلی ساده است. ما با طراحایی که تو ایران هستن و خارج از ایران هستن کار میکنیم و در واقع یه مسیر رو برای اینا فراهم کردیم، یه وسیله رو برایشون فراهم کردیم که با ما متصل باشن، حالا از توی bahashop.com یا از روی صفحه اینستاگراممون میتونن با ما تماس بگیرن، بگن که چه کار میکنن، چند ساله تو این زمینن، ما کارشون رو بررسی میکنیم و اگر جایی باشه برای همکاری همیشه ما دست دراز کردیم و گفتیم ما میخواییم با اتون کار کنیم. bahashop.com توی در واقع این پلتفرم چند روزه میتونن این خدمات و این در واقع محصولات دریافت کنن؟ ببین، میخوام بگم مزیت رقابتی پلتفرم شما چی هستش؟ ببین، مزیت رقابتی ما اینه که ببین خیلی ها توی این چند وقتی که ما شروع کردیم سعی کردن که با ما رقابت بکنن. رقابت چیز خوبیه، رقابت سازنده است، به خاطر اینکه رقابت به ما یاد میده که چطور کارمون رو بهتر بکنیم. یه چیزی که به عنوان کسی که سالها اینجا زندگی کرده خیلی توی دی ان ای من جا افتاده اون سرویس دهیه و سرویس دهی خیلی مهمه واسه من. خانومی میاد میگه من با اطمینان خرید کردم، فرداش اگه خوب نبود میتونم پس بدم، هیچ مشکلی نداره. ولی جایی هستن رقبای ما هستن که شاید نتونن همچین سرویس رو بدن. برای همین زمینه ما اینه که بهترین سرویس رو با کوتاه‌ترین زمان میتونن دریافت کنن. خیلی متشکرم. و آیا چیزی هستش که یعنی
حمایتی یا چیز خاصی درخواستی از مسئولین یا مردم چیزی داشته باشیم برای اینکه کسب و کارهای مثل بهار رو حمایت کنیم؟ چیزی دوست داری؟ مثلا الان که انتخابات هم نزدیکه و ما یه سری نماینده های ایرانی داریم، درخواستی داری ازشون که برای حمایت کاری لازم هست بکنن یا از مردم یا از در واقع مسئولین؟ ببین واقعیتش اینه که خب ما خوشحالیم که این چیزی که الان داریم، پلتفرمی که الان نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، چند تا از بچهای خوبن که سخت کار کردن، همشون دور هم جمع شدن، یه همچین ایده‌ای رو دادن و همه اومدیم. نمیتونم بگم مسئولی زیاد وارد این قضیه شده و این به خاطر موفقیت بار اولش داره برای بار دوم اتفاق میفته و بار سوم اتفاق میفته. تنها چیزی که میخوام متحد شدنه. ببین ماها که اینجا هستیم باید بیشتر هوای همدیگر داشته باشیم. ولی چیزی که من بیشتر میبینم اینه که تعریفش، حرفش با عملش نمیخوره و اینجور کارا باعث میشه که ایرانی ها نزدیکتر به هم بشن، اتحادشون بالاتر بره، همدیگر ساپورت بکنن. ما باید از این ایونت ها بیشتر داشته باشیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. صحبت پایانه متشکرم. همین متشکرم. خیلی متشکرم فرشاد عزیز. لطفاً حتما اگر نقطه نظری چیزی دارید در این خصوص با سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 با ما به اشتراک بگذارید. ممنونیم که بیننده و البته شنونده ویژه برنامه کارآفرینان هستید. تا برنامه دیگر، بدرود.